سلام های گرم و پر از صمیمیت خود را تقدیم می کنم خدمت شما هموطنان عزیز. مخاطبین عزیز ما کمیل عزبی نیدی، برنامه خودتان برنامه رسم زندگی هستین. آرزومند هستم همتان جور و صحتمند و سرحال باشین، لباس عافیت بر تن داشته باشین و دور از همه مشکلات و دغدغه های زندگی، در کنار عزیزانتان، در کنار فامیل محترمتان، کسایی را که دوست دارین، لحظات اوقاتتان را سپری کنین و روز را تا این دم به خوبی و خوشی سپری کرده باشین. باز هم در یک از های دیگر رسم زندگی شما عزیزان را خوش آمدید میگم. باز هم خداوند را شاکر هستیم از اینکه یک روز دیگر، یک فرصت دیگر بر ما عطا کرد تا بتانیم فعالیت ها و کارکرد های ما را به شکل درستش آنچنانه که دوست داریم انجام بدهیم. و امروز هم خوشبختانه در رسم زندگی میزبان مهمان خیلی خوب هستیم، موضوعات خوب را انتخاب کردیم که روش بحث گفتگو داشته باشیم. پس شما هم ما را تا ساعت 2:30 دنبال کنین و تنها نگذارین. چه خوب است که همیشه در زندگی، در کنار کارهایی که انجام میتیم، اهداف را که دنبال میکنیم، همیشه مهربان باشیم، همدیگر پذیر باشیم، همدیگر را دوست داشته باشیم. ببینین این فرصت ها دیگر هرگز به دست ما نمیاد و این زمانی که از دست میره به هیچ قیمت نمیتونیم دوباره به دست بیاریم و هیچ گاه نمیتونیم گذشته ای که گذشته و این لحظه ای که از دست ما رفته دوباره برگردانیم. پس همیشه بدون اینکه فرصت ها را از دست بدین، همدیگر را دوست داشته باشین، همدیگر را مهربانانه به آغوش بگیرین و چه خوب است که بدور از همه مشکلات یکی دیگر ما را در کنار همدیگر داشته باشیم و یک لبخند که خیلی میتونه ساده باشه ولی معنای خیلی خوب را می داشته باشه. پس لبخند را فراموش نکنین و همیشه لبخند در زندگیتان داشته باشین. امروز هم میخوایم در مورد اینکه چگونه مهربان باشیم با سه معلوماتی را تقدیمتان میکنیم و همچنان در کنار این مهمان خیلی خوبه، آقای بریاله امین، استاد دانشگاه در کنار ما هستن، خوشبختانه تشریف آوردن و در مورد چگونگی حفظ رازداری. در کنار اینکه مهربان باشیم خوب است که همیشه شخصیت و جایگاه خوب در اجتماع داشته باشیم و صفات خوب پیامبر گرامی و حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم همیشه رفتار خوب داشته باشیم و همان گونه ای که اونا مهربان بود یک رازنگهدار خوب هم بودن، ما هم کوشش کنیم همیشه در زندگی رازدار خوب باشیم. پس قبل از اینکه صحبت های ما رو با جناب استاد شروع کنیم، آغاز داشته باشیم، میریم بسیم معلوماتی در مورد این که چگونه مهربان باشیم. آماده نشر از با هم یک جا تماشا میکنیم، در ادامه با ما همراه باشید. چگونه مهربان باشیم؟ مهربان بودن شیوه حیاتی برای معنا بخشیدن به زندگی خود ما و البته زندگی دیگران است. مهربان بودن به برقراری ارتباط بهتر و داشتن شفقت بیشتر کمک می کند و به ما امکان می دهد به عنوان نیروی مثبت در زندگی دیگران اثر بگذاریم. مهربانی ریشه های عمیق درون انسان دارد، در حالی که برخی ذاتاً مهربانند. انتخاب همیشه با ماست که هر وقت بخواهیم مهربانی را در وجودمان پرورش دهیم. اغلب مردم مهربانی را یکی از مهمترین صفات انسان‌های خوب می‌دانند. روانشناسان مهربانی را توجه کردن و ارزش دادن به دیگران و کمک کردن آنها بدون در نظر گرفتن منفعت شخصی تعریف نمودند. مهربانی یکی از خصوصیات وجود آدمی است. مهربانی به زندگی حیات می‌بخشد. این فضیلت سبب ایجاد رابطه بهتر با دیگران و مهرورزی بیشتر می شود. نیروی مثبت مهربانی سبب می شود که در زندگی تاثیرگذار باشیم و در ذهن و خاطره ها ماندگار بمانیم. این انتخاب با ماست که از مهربانی که در وجودمان داریم استفاده کنیم و آن را پرورش دهیم و یا این که آن را در وجودمان دست نخورده باقی بگذاریم. برخی از اشخاص نمی دانند که چطور این مهربانی را بروز دهند و با روش پرورش این ویژگی در درون خود آشنایی ندارند. مهربانی و زندگی ما رنگ و بوی دیگری میبخشه. پس چه خوب است که همیشه مهربان باشین و در کنار همدیگر از لحظات و اوقاتی که سپری میکنن لذت ببرین. میخوایم در مورد چگونگی حفظ رازداری با جناب استاد صحبت داشته باشیم. پس شما هم اگر دوست دارین که بینیدی برنامه باشین و سهم داشته باشین، 0220-2093 شما را به گونه لایف و مستقیم با ما وصل میسازه. سلام استاد، وقتتون بخیر، بسیار زیاد خوش آمد. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب خدمت شما و همکارای محترم تخنیکی و بیننده‌های محترم عزیزم.
زنده و سلامت باشیم استاد. خرسند به هستیم که شما رو امروز در کنار خود داریم. میخواییم در مورد چگونگی راز حفظ رازداری از شما بیشتر بدانیم که چطور بتانیم یک رازدار خوب باشیم و دیگرها بالای ما اعتماد کنن و حداقل همو گفته هایی که دارن یا حالا رازهایی که دارن با ما شریک بسازن و ما هم یک رازدار خوب باشیم. اما چه خوب از در نخست یک تعریف از خود راز داشته باشیم. خب پیش از اینکه برای تعریف راز بریم میاییم راز پیوندش با مهربانی به بررسی بگیریم. بسیار خوب. همونطوری که ما شما میفهمیم انسانهای مهربان در جامعه ما بیشتر مورد پذیرش سایر افراد میشه. در حقیقت انسانهایی که چی در خانواده و چی در اجتماع بیشتر مهربان هستند، تمام اطرافی از اینها سعی تلاش میکنن که همراهشان همراز باشه و هم کلام باشه، حرفایی را که دارن پیش خود او را انتقال بدن. یکی از ویژگی های اشخاص رازدار میتونه مهربانی بودن از او است. وقتی که او فرد مهربان است، در حقیقت طرف و یا معطرافی هایش توجه میکنن به مهربانی هایش، راز برملا میسازن و راز خود را امرای فرد مورد نظر شریک میسازن. در مورد از این که راز چی هست و چطور ما باید در حفاظت از این سعی و تلاش بکنیم، چی نیاز است که ما راز بر دیگر را باید برملا بکنیم یا نکنیم، راز به چی شکل است، به چند گونه هست، راز میتونه در حد خانواده باشه، راز میتونه در حد خانواده کوچک یعنی هدف زوجین است میتونه باشه، و در کل راز میتونه در زندگی انسان نقش هم نقش برازنده و خوبی را بر موفقیت داشته باشه و هم بتونه انسان به طرف ناکامی سوق بده. به دلیل از این عدم اعتماد و استفاده از راز برای افرادی که شایسته شنویدن راز نیستند. اکثرا دانشمندای روانشناسی هم به این عقیده هستند که انسان ذاتاً تلاش میکنند که امو حرف دل خود را با افراد اشخاصی که نسبتاً برشان مهربان و یا امین معلوم میشه شریک بسازند. و این شریک سازی از اینا از سبب امو فطرت انسانی هست. میخواین امو بغضی را که دارن راست میتونه در خود راست هم کلمی همونطور از نظر لغوی اگر راز معنا بکنیم کلمی پوشیده یا حرف یا جملات پوشیده هست که در پیش فرد و یا پیش گروه یا پیش یک خانواده هست و میخواین شریک بسازن به طرف دیگه از نظر لغوی. الان ما بیاییم اگر این راز در سطح یک فرد به بررسی بگیریم، انسان از نظر روانشناسی انسان ها معمولا تلاش میکنن اما رازی را که دارن باید با طرف خود شریک بسازن. بعضی اوقات افرادی را که اینا مورد فکر میکنن امین هستن و برایشان راز شریک میسازن، متاسفانه همچو افراد راز اینها را حفظ نمیکنن و او راز برملا میشه، در نهایت باعث رنجش فرد میشه. از نظر دینی هم بیشتر سعی و تلاش شده، اونطوری که ما شما میفهمیم خداوند خودش در قرآن عظیم شانش خود را ستار میدانه. اینه سعی و تلاش بعد از او پیغمبر صلی الله علیه و سلم در احادیث متعدد خود همیشه رازداری را یعنی حفظ اسرار و پوشیده سازی خطاهای دیگرها را یکی از خوبی های یک مؤمن میدانه. اگر ما یک ولو که او راز خطا باشه، میتونه راز جنبه مثبت داشته باشه، میتونه راز جنبه منفی داشته باشه، در هر دو صورتش تاکید شده از نظر دینی هم که نباید ما راز کسی را فاش بسازیم و لکه وارد چه و با مو زندگی با مو روش از اونا، الهی که خواست فرد می باشه و او می خواهی که رازشان باید به دوستای دیگه شریک ساخته شد، باز او مشکل نداره. وقتی که یک موضوع بخوایم با دیگره هم شریک کنیم، خب او راز گفته نمیشه دیگه. بله نه، هدف ما ایست وقتی که یک کسی راز خود را با یک دوست خود میگه و یک زمانی میشه ازش اجازه میگیره که خودت با ما چیزی رو گفته بود، اجازه هست با دیگه دوستام شریک بسازیم، مگر اجازه طرف باشه میتونن شریک بسازن. بعضی اوقات چیزایی رو ما انسان ها کوشش میکنیم که زیاد نگاه کرده نمیتونیم، در یک محدوده مجبور هستیم کوره حتمی شریک بسازیم برادر. اما در نهایت مراحل مختلف در زندگی ما رخ میده. همونطوری که ما آغاز برنامه ما مهربانی بود، ما باید در هر مقطعی از زندگی که قرار میگیریم، چی در زمانی که با یک کس دوست هستیم راز خود را شریک ساخته و یک وقتی هم امرایش به نحوی آزرده میباشیم یا در نهایت دشمن ما میباشه، همون رازی را که در دوستی برای ما شریک ساخته و گفته، نباید ما همون راز دوستی را افشا بسازیم. در این هم تاکید شده هر چیزی که بوده پوشیده بین دو طرف باشه. و همچنان در مسائل زوجین هم اشاره کردیم که در خانواده به خصوص خانواده زن و شوهر است، بیشترین رازایی است که حتی از نظر دینی شریک سازی از این گناه است. وقتی که خانم با شوهر خود یا شوهر با خانم خود حرف و حدیثایی را می داشته باشند در قبال
زندگی مشترکشان نباید ایره افشا بکنن برای دیگران. ای از نظر دینی هم کاملا تاکید شده که شریک ساختن از این گناه هستن. از این جهت سعی و تلاش ما همیشه برای زی باشه که ما راز دوستای خود را کوشش بکنیم حفظ داشته باشیم. در هر مقطعی از زمان دوستی یا دشمنی که ما می داشته باشیم باید رازدار باشیم. دقیقاً. صحبت‌های خیلی خوب را با جناب استاد می داشته باشیم، اما قبل از او وقفه داریم. وقت بر شما بخیر. با شما هستیم در ادامه برنامه. استاد، میخوایم در مورد تعریفی که داشتیم حالا از حفظ نگهداری، یعنی همو رازداری خوب در یک اجتماع و بین زوجین، حالا میایم روی این که در یک خانواده، نظام یک خانواده بالای همین نظم و دیسپلین و احترام متقابل و همو قوانینی که ما میتونیم در خانواده حفظ کنیم برقرار هست. میخوایم در مورد حفظ رازداری و نگه داشتن راز در بین خانواده چقدر میتونه مؤثر باشه و همون دیسپلین خوب را در خانواده برقرار بسازه بیشتر از شما بشنیم. خب، راز داشتن در خانواده یا نگهداری یک راز برای اعضای خانواده یک رکن اساسی و مهم مدیریت در خانواده است. ما موارد زیادی را همه ما شما در خانواده ما داریم که میتونه تاثیر مثبت و منفی در زندگی ما حتی به جا بیاره. طور مثال تصامیمی در خانواده گرفته میشه و او تصامیم بعضن تاثیرگذار از بالای اطرافیای ما، هم تاثیرات منفی خود را داره و هم تاثیرات مثبت خود را، اگر بخوایم یا نخواهیم. آشکارسازی راز خانواده چی از اطفال باشه، از طریق اطفال صورت بگیره، چی از طریق بزرگا و چی هم از طریق سایر اعضای خانواده، به نحو تاثیر منفی خود را بالای مدیریت خانواده می داشته باشه. مثالای زیادی هست که اگر کمی عامیانه بحث بکنیم در این مسائل، می تونیم بگیم زمانی که در خانواده پدر و مادر و جمع اعضای فامیل تصمیم برای می گیرن که یک مقدار پولی را پسنداز داشته باشن، در خانوادهشان محفوظ باشه، مکانی پول در خانه بس میشه، جایزی پول در خانه بس میشه، مقدار پول حتی واضح میشه به اعضای خانواده که ما به این حد مقدار پول می خواهیم پسنداز بکنیم یا پیش ما باشه. اما این اگر از طریق اعضای خانواده به بیرون درس بکنه، این خود یک خطر متوجه خانواده میسازه، به دلیل داشتن همو مقدار پول پسندازی که خانواده داره در نظر. یعنی یک مثال بسیار کوچک شست میتونیم برای عامیانه بگیم، برای جامعه ما و به مردم ما و زبان مردم ما، که تاثیرات منفی اینچینی داره. ما همیشه سعی و تلاش بکنیم در خانواده خود کوشش بکنیم برای رازداری هر اتفاقی که در خانه ما میفته. بعضی اوقات اتفاقات ناخوشایند در خانواده میفته، نباید به بیرون نکاس بکنه تا سبب تاثیرگذار شود فضای بیرون در خانواده ما، و این میتونه باعث از این میشه که خانواده را از هم بپاشه. در خانواده اختلاف دیدگاه وجود میداشته باشه، اختلاف نظر وجود میداشت، حتی بعضی اوقات باعث مشاجره های لفظی و حتی درگیری های صورت میشه که در خانواده صورت میگیره. اگر ما سعی و تلاش بکنیم تمام خانواده خود را مسئول بدانه در نقاط مثبت و منفی که در خانواده صورت میگیره، که به بیرون درس نکنه، مطمئنن که به خاطر مدیریت سالم در خانواده بسیار بسیار مهم و ارزنده هست. بدون شک. استاد، در یک رابطه دوستی حالا میاییم، اگر بخوایم که دوست خوب باشیم و رفتار خوب در بین افراد اجتماع، از جمله کسایی را که ما بر خود ما یک شخص همراز انتخاب کردیم یا دوست انتخاب کردیم، در قدم نخست مهمترین گپی که بین همون دو فرد وجود داره رازنگهداری هست. من فکر میکنم میخوایم در مورد رابطه دو دوست هم در قسمت حفظ رازداریشان هم از شما بشنیم. خب، در قسمت از اینکه ما چطور یک دوست خوبی را باید داشته باشیم، چطور میتونیم بالای از او اعتماد بکنیم، روش های مختلف را روانشناسا پیش بینی کردن. به طور مثال ما میتونیم در مقطعی که ما قرار است راز خود را همراه شریک بسازیم، امتحان باید در بین دوستی داشته باشیم. رازی که اصلا زیاد برای فرد مهم نیست، کوشش بکنه به دلیل از اینکه بتونه طرف مطمئن بسازه که آیا این رازی را که من به دوستم میگم پیش از اینا محفوظ میمانه یا نه، همراه شریک میسازه، از جهت از اینکه طرف دقیق بشناسه که واقعا حافظ راز ما هست، امین راز ما باقی میمونه تا یک مدت یا نمیمونه. یکی از روشایش هم امی هسته، و این که ما میتونیم، فطرتاً در اول برنامه هم گفتیم ما باید رازدار باشیم و راز دیگران را بشنویم، راز خود را برای دیگران بگوییم، این یکی از شیوه های خصلت های انسان های بسیار مهربان و امین است.
کونا همیشه در زندگی خود با همه مهربان بودن، یعنی در حقیقت کوشش میکنن که بر هیچ کسی بعدشان نرسه، چی بعد لفظی باشه چی افشای راز زندگی کسی باشه. بعضی اوقات ما شما در جامعه ما در هر جای دیگه میبینیم به اساس مستنتای که ما شما در جامعه ما داریم، روشا و رسم و رواجای بعضن خرافاتی، یکان موارد حرفایی می باشه که باعث بدبختی زندگی یک فرد میشه. اوکی. اگر او رو شریک می سازن، موارد زیادی داره که به مثال همه دوست بیننده ها متوجه میشن انشالله این موارده که باید سعی و تلاش بکنیم. شاید برای ما این کلمه یا این حرف خیلی کوچک از نظر ما باشه و این افشا سازی ازی برای هر کسی اگر ما بخوایم افشا بسازیم، اما در حقیقت ما یک ضربه بسیار محکمی برای پیکر یا فردی که اعتماد کرده بالای ما راز خود را شریک ساخته، در حقیقت جفای بالای زینا کردیم که قابل بخشش نیست. ما واقعا انسان‌های با وجدان، انسان‌هایی که واقعا خوب هستند و خوبی‌ها و مهربانی‌ها در وجودشان است، اونا هیچ گاهی نمی‌خواهند که برای اطرافیانشان صدمه برسد، چی صدمه روحی باشه، چی صدمه روانی باشه و یا هم چی صدمه فیزیکی باشه. از هر جهت سعی و تلاش میکنن که دوستای خود را کوشش میکنن که بیشتر به حدی برشان مهربانی و محبت بتن، همونطوری که فیلسوفای قبلا هم گفتن که بهترین روشی که در زندگی ما باید داشته باشیم، چطور میتونیم زندگی خوب داشته باشیم، میگه که شما محبتتان با اطرافیا و با خانواده با همگی زیاد بکنید. میگن باز هم اگر کفایت نکرد چی کنیم؟ حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم باز هم مبارک میگه که شما محبتتان و مهربانیتان بیشتر از پیش بسازید. خب معلوم میشه که ما هر قدر خودمو کوشش بکنیم خوب باشیم، مطمئنن همو کسایی که دیروز با ما اگر فردایی هم دشمن شدن، اونا احساس میکنن که ما خیلی رازهایی را بین برادر ما داشتیم، با وجودی که اختلاف نظر داشتیم، اختلاف دشمنی داشتیم، در حقیقت پیوند ما قطع بود، باز هم همو راز حقیقی که بین ما و او فرد بود محفوظ مون. این معلوم میشه که این انسان ظرفیت و توانایی اعتماد دوستی را داره و او بیشتر حتی دشمنش هم آماده میشه که همراهش دوستی را تداوم بده و خرسند میشه. یعنی بسیار برای خود میباله که بهترین دوستی را متانستیم پیدا بکنم و کوشش بکنیم ما انسان ها به عنوان یک مسلمان در حقیقت به عنوان یک انسان هم از نظر اخلاقی و هم از نظر دینی اسرار دیگرها را، راز دیگرها را، ولو که مثبت یا منفی باشه، نباید افشا بسازیم و نباید برویشان بیاریم که این خوب بود یا خراب بود. در هر مقطعی که باشه نباید پشت سرشان از رازایی که دارن ما بیان بکنیم و تمسخر بکنیم، ولو کوشش بکنیم برای خود ما، برای قلب ما، برای دل ما جای بسیار کلانی را باز بکنیم، یک جهانی از محبت داشته باشیم که هر کس خواسته باشه جا داشته باشه در این محبت. بدون شک. اصلا میخوایم در مورد پیامدهای منفی صحبت داشته باشیم که اگر ما رازنگهدار خوب نباشیم در زندگی، در اجتماعی که زندگی میکنیم، در خانواده ای که هستیم، در بین دوستایی که انتخاب کردیم، چقدر میتونه جایگاه ما را یک جایگاه بد و زشت بسازه و پیامدهای ناگواری داشته باشه این حفظ نکردن رازها؟ خب در کل همی افشای راز، فردی که میخواد راز کسی افشا بکنه، از نظر واقعا یک فرد منافق چهرهشان برملا میشه و ای که چی پیامدی را با طرفا داره و در این راز چی هست. حتی بعض رازها هست که چند جانبه تاثیرات منفی خود را میداشته باشه. مواردی هست که بین 5-6 نفری پنهان است، اما یک نفر میشه او راز افشا میکنه، باعث میشه که 4-5 نفر دیگه هم در خطر مواجه شون و همون زندگی و خواستی که واقعا اونا داشتن او به تباهی بره. در حقیقت اکثر اوقات ما به اساس جامعه سنتی که ما اشاره کردم، بعضی حرفا و حدیث های میباشه در مورد خانم ها و جوان ها، دختر های جوان خانم ها. انسان در هر مرحله زندگی مراحل مختلف خود را طی میکنه. یک زمانی از انسان در سنی قرار داره که خام است، بالای هر کس اعتماد میکنه و یکان حرف و حدیث هایی را امرای شریک میسازه، اما بعضا سنشان بالا میشه یا به نحو آگاهیشان بیشتر میشه، کوشش میکنن که جبران بکنن او گذشته هایی که بوده بینشان صورت گرفته، اتفاقاتی که صورت گرفته، حالا در یک مرحله دیگه زندگی قرار دارن. اما یک فرد بیا او مرحله گذشته شان رو برشان بگه که شما در اون مرحله این طور یک چیزی را با فلانی شریک ساختین و اینی خصلت داشتین، با این دوست بودین، با این دشمن بودین، یا هر جهت مواردی که باشه این افشا میکنه، در حقیقت شاید بیشتر تأکید بیشتر هم از نظر دینی و هم از نظر اخلاقی و روانشناسا هم بیشتر تأکید کردن که نباید رازتان را افشا بکنید. تا زمانی که شما راز دارین،
حتی یک لفظ زیر روایت کردن از حضرت علی رضی الله تعالی عنه فکر کنم گفتن که میگه تا زمانی که شما رازی در سینه خود دارین، پیش خود دارین، او راز پیش شما اسیر است، و زمانی که راز شما از سینه تان بیرون میکنین برای دیگران میگین، شما اسیر او رازتان هستین، نگران هستین، استرس دادین که چی زمان اتفاق میفته در این حرف و حدیث راز ما که چطور میشه، آیا من به موفقیت میرسم یا نه و به ناکامی میرسم. استرس روانی باعث میشه که شما اسیر راز شوین در حقیقت. دقیقاً. سعی و تلاش برای زمین باشه که ما کوشش بکنیم راز خود را بی نهایت تلاش بکنیم تا زمانی که فرد مورد نظر و مطمئن اطمینانی خود را نداشته باشیم، بیشتر رازی که لازم نیست شریک نسازیم. دقیقاً. و نکته مهمی که فراموشم نشه استاد، در کناری که ما میتونیم راز نگهدار خوب در مقابل گپ ها و صحبت های دیگرا باشیم، این فرض هست که ما در مقابل همو رازهایی که خود ما هم داریم یک راز نگهدار خوب باشیم. میخوام در مورد این که آیا جایگاه داره یا جایز هست استاد زمانی که یک موضوعی را، یعنی کسی با ما در میان میگذاره و ما باید او راز را نگه داریم، ولی بعضی وقتا سبب میشه که، یعنی لازم هست که ما همین موضوع را در میان بگذاریم با دیگران شریک بسازیم، آیا در این قسمت هم جایز هست که ما همون گپ را با دیگران شریک بسازیم، یا در هر صورتی که باشه باید ما یک راز نگهدار خوب باشیم؟ خب بعضی اوقات ما اگر از نظر دینی بیایم جایز و ناجایز از این بحث بررسی بکنیم، نیاز است که یک عالم دین باشه و در این قبال بیشتر بحث بکنه. اما در کلیات که ما میبینیم همیشه خداوند خودش ستار است، همیشه گفته که من عیب بنده های خود را میپوشانم، با وجودی که ما گناه میکنیم. هدفم استاد این بود که، یعنی بعضی وقتا اگر یک راز را ما پیش ما هست و ما باید او را محفوظ نگاه کنیم، ولی میبینیم که با گفتن اونمو حرف، یعنی زندگی یک نفره، مثال زندگی یک شخص، از خطر دفع میشه و ما به خود ما لازم میبینیم که همین راز را با دیگران هم شریک بسازیم. بله درست است. بعضی اوقات ما پیشتر اشاره کردم که راز میتونه هم جنبه مثبت داشته باشه هم جنبه منفی. بسیار خوب. بس ما در این هست یک رازی هست که یک کسی به خاطر زندگیشان، چه زندگی فامیلیش باشه، چه زندگی فیزیکیش باشه، از هر جهت تهدیدات برش مواجه هست، کسایی هستن اطرافیایش برش تهدید میکنن که ما اگر قرار باشه خودت بخوای رابطه ما را، این فشارهای چیزی خواستای نامشروعی را که یک تعداد افراد میداشته باشن بالا یک کسی میگن، اگر این کارهای ما را انجام ندهید باز ما چیزی را که رازی را که شما به شما هست دیره ما به فامیل و به خانواده شما ابلاغ میکنم. این باعث میشه که همیشه این فرد زیر فشار و گروگان همچون افراد اشخاص میباشه. دوست صمیمی و دوست مهربان از این کسی هست که سعی تلاش میکنه که مبادا برای دوست ما ضرر واقع شود، ایراز با فامیلش، با کسایی که میتونه ایره کمک بکنن در این راستا شریک میسازه. بلی این حقش است که شریک بسازه، چون زندگی از اونا در خطر است. افراد اشخاص زیادی در جامعه ما و شما هستن، به هر نحوی که خواسته باشن لذت میبرن از اذیت و آزار، بیشتر اذیت و آزار دختر خانم ها که مروج است. متاسفانه یکی از روش های بسیار بدی که امروز در جامعه ما در این برنامه باید اشاره بکنیم، هستن کسایی فشار وارد میکنن بالای دختر خانم ها که مواردی را میخوان قبض بکنن، پیش خودشان به گونه راز نگاه بکنن تا ابزار فشار باشه بالای دختر خانم ها که اونا تن به تن به خواسته از اینا. ما از این میتریبیون از میشه خواهش میکنم برای همچو خواهرای ما، برای همچو برادرای ما، به جرأت و به متانت بتانن موارد با فامیل و خانوادهشان شریک بسازن. دقیقاً. زنده و سلامت باشین جناب استاد، سپاس از حضورتان. ممنون از شما. خب دوستای عزیز، این بود داشته های امروز رسم زندگی که تقدیمتان کردیم. امیدوار هستم شما هم در زندگی به خاطر اینکه مهربان باشین جایگاه خوبی داشته باشین و همیشه از شخصیت خوب برخوردار باشین. خوب است که رازنگهدار خوب باشین و همیشه هم مهربانی را پیشه کنین. تا برنامه بعد و دیدار بعد شما رو به خداوند پاک می‌سپارم. لحظات اوقات خوش داشته باشین.